23 نفر از اون دسته کتابهایی بود که به دل سردار سلیمانی سخت نشسته بود. او با دقت و وسواس کتاب رو خونده بود و با علاقه به دیگران معرفی میکرد. این کتاب ماجرای نوجوانایی که تو جنگ 8 سالی ایران و عراق اسیر رژیم بعث میشن و چندین ماه اسارت میکشن. یکی از وقایع کتاب پرداختن به دیدار نوجوانای اسیر با صدام. امروز این دیدار یکی از 10 واقعه مهم دوران جنگ تحمیلی قلمداد میشه. احمد یوسفزاده نویسنده ی کتاب یکی از همون نوجوانا بود. اون تو کتابش خوب و جذاب حالات انسانی و موقعیت رویدادها رو روایت کرده بود. قلم این نویسنده کاری کرده بود که رهبری کتابش رو تحسین کنه. سردار هم جذب شده بود تا کتاب رو بخونه. بعد از خوندن کتاب سردار یه نامه برای یوسفزاده نوشت. اون تو نامش نوشته بود: احمد عزیزم، تقریض و تحسین رهبر عزیزمان مرا تشویق به خواندن کتابت کرد. پس از خواندن آن به مقامت غبطه خوردم و افسوس که در کارنامه‌ام یک شب از آن شبها و یک روز از آن روزهای گرفتار در قفس را ندارم. شماها عارفان حقیقی و عابدان به عبودیت رسیده‌ای هستید که به عرش رسیدید. ای کاش در همان بالا بمانید. چه زیباست جوانان جویای کمال کودکان کمال یافته در قفس دشمن را ببینند. ای کاش سفیران در قصرهای مجلل نشسته در کشورمان این سفیران در قفس گرفتار شده را ببینند و چگونه سفیر بودن را بیاموزند. چند سال بعد از این کتاب اثری سینمایی اقتباس و ساخته شد. سردار هم تا با خبر شد سر صحنه رفت و با رفقای قدیمیش دیدار کرد. هیچ انسانی بدون حرکت نیست و حرکت منشأ اون تعلقات انسان است. تعلق انسان را وادار به حرکت می کند. هرچی این تعلق متعالی تر باشد، این حرکت به این بیقراری به سمت اون بیشتر می شود. اینو من به جوانها میگم. این که بحث میکنم بحث تعلقات را، دنبال تعلقات پس نباشیم. همه ما راهی به یک سمت هستیم. اگر انسان وجودش پر شد از محبت خدا و حب به خدا، همه این وجود تهی میشود از محبتهای دیگر و موضوعات دیگر. امام میفرمایند اوج بندگی در سیر و سلوک و در عالم معنویت شهادت هست. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.